سلام، خوش اومدید به این قسمت از ریاکشن ویدیوهای کانال من فرش ولایف. تو این قسمت میخوایم دیگه با هم بریم جنگ صورتی رو بشنویم. از ترین و بگو اسمشو، پرنا ریری. ریری من نمیدونم چرا اسمشو ریری گذاشته، به خاطر اینکه شما اولین چیزی که یادتون میفته بعد از چنین ریری آیا ریحانا نیست؟ اوکی، میگذاریم از این قسمتش و لینک اینستاگرام و توییتر توی دیسکریپشن پیج من، اونجا اگه دوست داشتید داشته باشید. کانال اسپاتیفای، کانال تلگرام و پلیلیست اسپاتیفای به اسم موچارتا وجود داره که من موزیکایی که ازشون خوشم میاد اونجا آپلود میکنم، موزیکایی که از ایران امکان خریدشون وجود نداره لینکشون توی دیسکریپشن. بازم کانال یوتیوب یادتون نره سابسکرایب کنید اگر ویدیو رو دوست داشتید، ناموسن اگه لایک نکنید ویدیو رو، اگه دوست داشتید لایک کنید، نظرتون هم برای من بنویسید. میریم میشنویم گنگ صورتیو. نه، قبل از اینکه بریم میشنویم، من توی کامنتای بگو ریاکشن ویدیو به فتوای 2 دیدم که یه سری بچه ها گفته بودن که مثل این که این ترکر فتوای 2 دیسترک یانگرای منتفق بود استران که از لیبل مرزم بودن چند تاشون، یه دیسی رو دادم بیشتر از روی سوالشون با زدبازی یا بود کلن سوالو امجی و جی جی و نمیدونم هیدن و هر کی به هر نحوی تونسته بود روی یکی گرفته بود، خلاصه رویاس هم گرفته بودن. حتی حالا من شنیدم که گنگ صورتی مخالف این قضیه هست، یعنی یانگرای زاخار رکوردزن، یانگرای زدبازیان پلن و مخصوصا سهراب امجه که گرفته رو ملتفتی ها. هنوز چیزی نشینم ازش، خیلی دوست دارم ببینم چیه قضیه، چون یه حرکت جالبیه اینکه یه ترایی گنگ صورتی هست، یه گنگ دختران هست، سه تا دختران رو ببینیم چیکار کردم. اطلاعات موزیک ترین هم راستی من باش توی من و نیما رامتین باهاش از برنامه ما چارتا آشنا شدیم، توی یکی از قسمت همون یکی از ترکاشو گوش دادیم و به نظرم جالب بود کارش و اون دوتا هم نمیشستم پرن و ریری من از همین الان بگم گارد دارم بخاطر اسمش، بخاطر اینکه اسمش نیکنیم ریانه. حواستو جمع کنید، لیبل زاخار رکورز، بیت ایتس هوپی، میکس مسترینگ آرمان میلادی، پرو منیجر همون منیجر چیز امین بگو اسمشو، منیجر سهراب امجی و کاور شروین. سپیشال تنکس تو تنزو میوزیک. تمام، اگه آماده اید بریم هم دیگه بشنویم ترکو، ولی احساس میکنم یکسرتون آماده نیستید به خاطر اینکه فورگنگا رو توی کامنت ننوشیدم. یه دونه فورگنگ توی کامنت بذارید بریم واسه ادامه این ویدیو. آقا دو تا بیت اولو من شنیدم فقط، بیتش خیلی جالبه، بیتش میگیره آدم. میریم از اول. این بازی نیست چون میشه کیش ما میندازی 20 بار ولی نمیاد 6 تا دنبال شانسن اینا ها من از این شاخبازی دختره خیلی خوشم میاد، خودکفا بودنشون. میگه شما نمیخواد واسه تو کمپین را بندازید، دمتون گرم. اندازی خودمون ارتش ساختیم با یه کار قولبانه مود میکنی میذاری واسه همون ارتش، تو که ده سال خوابت میاد اصلا نداری مابت نیاز، ادعا لازم نیست چیزی بارد نیومدی وارد چی بار که میگفت اشکالاش کار نیست که ببینه استایلام ناب تر از همشون امسال باز ما داری میری فر تر از استاندارد نیست روتین و عدی کار موندن تو تاکتیکام گنگمون صورتی چون با لاکی ماماتیکا. آه، اسی بگم قبل از ورود ورس دو، حداقل از نظر ظاهری بیتو کار ندارم، بیت این باحاله هم بیت فتوای دو، من مستقیما دارم با اون مقایسه میکنم، ولی از نظر ظاهری و فلو و اون دلیوری که یه تیکه بود دوتا بیت دومش که میطلبید بگی بعد از هر مصرع بعد از جملهش، اون فلوش واقعا فلو جذابیه. میگه از نظر ظاهری حداقل از چیز خیلی بهتره.
از کاتفای دو. الان این که مستقیما دارم میگن رو هیچ کس جنم دارم. خفن فقط یه روز با من بزنم چشمتون چیز سوپاره میارم همه چی من برود آریزه میخونم ببینگن ای جون جیگر این انتلکت ساده اگزوز میدم اینا سنتی مزگون چیم با اوتون کرستون رو کس خوب میدم انتلکت ساده اگزوز جیگر این انتلکت ساده اگزوز میدم اینا سنتی مزگون چیم با اوتون کرستون رو کس خوب میدم تو که تش میشی بیبی چاقلا به ما میگن اینجا لیدی زاخره صفرمون هی میره بالا ما صورتی گن بچه قرصی مامانا بطر ست و لکی سو جمونی مثل عطا بکی با زکت و رفی چاق مت و پکی ما ویدیو کاریم تو پیامکی ها ما ویدیو کار نه هیچ ما ویدیو کاریم تو پیامکی تا منم جب بدم یه خود مغزم اینجوری گرفت این جمله را یعنی چی؟ پرنا بودیم؟ پرنا؟ ببین میگم بازم میگم از نظر ظاهری بسته‌بندی خیلی باحال‌تر از بسته‌بندی فتوای دوه. فتوای دو فقط ورس نیما سایه به نظرم خوب بود از نظر ظاهری. از نظر باطنی که کلا چیز معمولی بود. این هم از نظر باطنی خاصی نیست. تیکایی که میزن اونقدر نمیچسته. ترین بهتر بود. ترنا مخصوصا اصلا ویدیو کال و اس ام اس و پیامک رو گفت دیگه شده ویدیو کال و پیامک ما گیفیم تو ایموجی اینو یکی بنویسه یکی تو یکی از چهراش استفاده کن ما پیسیم تو موشی آبا ریری الان ریری ببینم چی کام کنی ریلی بود یا ترین بود صداش رو شد کرد یه ورسی بود که خون رو رفت یکی بیاره ها رد پاریدن و پای مانی ها باید رو بکنن مایه هانی ها الان اسم خودشون رفت لایه بایگانی ها جای مانی جای مانی پای مانی پای مانی باید رو بکنن مایه هانی الان اسم خودشون رفت لایه سخار رکوردز تهران خب همین اول اشاره کنم به نظر من یکم بهتر از تراک فتوای دو بود میگم تو فاز مقایسه این دیگه یانگرای این ورن که اون ور رو دیس کردن اونو یانگرای اون ور بودن که این ور رو دیس کردن به نظر من از اون تراک بهتر بود حتی تیکه کلاماشون هم نه تیکه کلاماشون نه واقعا جفتشون اون ور بهتر بود تیکه کلاماشون این ور تیکه های تیکه منظورم صرفا تیکه کلام نیست کلا تیکه ای از موزیک که تو رو یکم اینجوری کنه میدونی از یه نواختی در بیارتت به نظر من تو این ترک گنگ صورتی نقطه قوتشون بیشتر خصوصیات ظاهریشون بود فلوهاشون دلیوریهاشون بعضی جا رایم اسکیماشون شاید کلن بحث ویترین قضیه به نظر من خیلی بهتر بود از اونور بیتش هم با حال بالده از اونور نبود بیتش من بیت اونو بیشتر دوست داشتم این بیتش خیلی بیت کژوال یه بیت معمولی ترپ بود مثلا بری به یه هنگ ست بیدیو داشت من میکنم روی بیت ترپ یکی رو بیس کنم همه چیزی بتونم این چی میگم بیت اونور خلاقانه تر بود یکم خیلی یکم نه از اون طرف اونوری یا نقطه قوتشون حرفایی که میزد نقطه قوتشون نسبت به این ترک بود یعنی در کل حرفایی که اون به فتوای دوم زدن اونقدر عجیبی نبود ولی خب نسبت به این ترک خیلی بهتر بود حرفایی که میزدن محتوا ولی از نظر ظاهری خیلی معمولی تر بودن یعنی اصلا مثلا یکی مثل سزاوار ورسش یه قافیه‌ای داشت که اوکی میگذریم چیزی نمیگیم راجع بهش ولی دارم کلنجار میرم ببینم این بهتر از اون بود در کل این بهتر از اون بود یا اون بهتر از این
میبینم که من بهتر از همشون. خیلی بیمزه بود، خیلی به نظر من گنگ استراتی 25 صدام بهتر از میکی تاک بود. به اون فکرم 5.5 دارم، به این 5.5 6 میگرم مثلا ها. چون قرار 25 صدام اینو نداشته بشیم و به نظر من یکم بهتر بود. زاخار رکوردزی ها بردن به نظر من این بیف یانگرا رو. و نظر شما چیه راجع به این ترک؟ امتیازاتتون رو توی کامنت بنویسید و تا ویدئوی بعدی فور گنگ.